أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل از هر چیز الله تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم و راهی هم جز تشکر از خدا وجود ندارد. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، بر نسزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. پروردگارا، نعمتهای تو بیشمار است، اما شکر ما محدود. نعمتهای شما بسیار زیاد و متنوع هست، اما شکر ما کم. خیلی وقتها هم ناشکری و کفران نعمت. پروردگارا، همینطوری که نعمت را خودت عطا فرمودی، شکر نعمتهای مادی و معنویت را هم خودت عطا بفرما تا روسیاه دنیا و آخرت باشیم. شکر نعمت نعمتت افزون کند. لئن شکرتم لأزیدنکم. همه نعمتهای خداوند خوب هست. خداوند این همه نعمت را برای راضی کردن بندگانش قرار داده که دل بندگانش را شاد کند، خوشحال کند. همه امکانات موجودی که در اختیار بنده هست خداوند قرار داده تا اینکه بندگان خدا بتوانند دنیای آباد و آخرت آباد داشته باشند. هم جسم و هم فکر و هم روحشان و هم دنیا و آخرتشان و هم جوانی و هم پیریشان تضمین شده باشد. راهی جز نیست برای رسیدن به سعادت این که نعمتهای خدا را پاس بداریم، تشکر بکنیم، سپاس بگوییم، قدرشناس نعمتهای خدا باشیم. چون شکر نعمتها هست که خدا را از ما راضی می سازد. خدا با نعمتها ما را راضی ساخته، خوشحال کرده. خداوند نعمت را برای ما، غیر از ما که کسی نیست، اون مخلوقی که خداوند همیشه تعریف و تمجید از اون مخلوق میکنه و حتی به رخ فرشتگانش میکشد، غیر از همین انسان است. اون مخلوقی که خداوند فرشتگان معصوم و پاک و بیگناهش را وادار میکند که برای اون مخلوق سجده کند، غیر از همین انسان است. اون مخلوقی که خداوند اون را در با ارزشترین کلامش خلیفه و جانشین خودش معرفی می کند، غیر از همین انسان است. انسان عزیزترین مخلوقات خداست و اشرف مخلوقات خداست و خداوند به این انسان با ارزشترین نعمتها داده که راه سعادت و خوشبختی و رضای خدا را در پیش بگیرد، و اون هم عقل هست، قدرت تفکر هست، فکر کردن هست، درک و شعور هست. خداوندی که برای این مخلوق این همه ارزش و حرمت و کرامت و شرافت و مقام و منزلت قائل شده، من و تو چقدر برای این خداوند، این رب العزت و الجلال، عزت و احترام قائل هستیم. الله رب ماست، اما آیا ما بنده خدا هستیم یا طوق بندگی را درآوردیم؟ به فرمان خدا هستیم آیا ضد فرامین خدا حرکت میکنیم؟ به فرمان دشمنان خدا هستیم؟ در هیچ نعمتی از نعمتهای خدا ضرر نیست، چون خداوند خیرخواه و مهربان است.
یک انسان دلسوز، یک انسان خیرخواه هیچ موقع در فکر ضرر رساندن به هم نوعان خودش نیست، تا چه برسد الله رب العزت و الجلال که خود را ارحم الراحمین معرفی کرده و خود را رحمان الرحیم معرفی کرده. تصور می شود که خداوند به ضرر بندگانش راضی بشود؟ اگر خداوند می خواست که ما رسوا و روسیاه باشیم، نمی آمد شراب و حرام بکند، می گفت شراب بخورید تا رسوا بشید. اگر خداوند می خواست بندگانش بی آبرو و بی حرمت بشوند در دنیا، نمی آمد مواد مخدر و مشروبات الکلی و زنا و فحشا و لواط و منکرات اخلاق را ممنوع و حرام بکند، آزاد می کرد تا بی حرمت و بی آبرو و بی شخصیت و روسیاه می شدند. اما چیزی که سبب ضرر و زیان و بی آبرویی و روسیاهی بندگانش می شود، همه اون چیزها را ممنوع کرده، در کتابش ممنوع کرده، بر لسان پیامبرانش ممنوع کرده، ظلم را بر خودش حرام کرده. یا عبادی اینی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو، ای بندگان من ظلم را بر خودم حرام کردم. اگر خداوند مواد مخدر را برای بندگانش تجویز می کرد، ولی اعوذ بالله خدا ظالم بود، چون به ضرر بندگانش راضی بود. اما خداوند قرآن را برای ما تجویز کرده، علم و دانش را برای ما تجویز کرده، صفا و صمیمیت و مهربانی و خیرخواهی و دلسوزی و محبت و گذشت و سخاوت و بخشش و اخلاق نیکو و تقوا و نماز و روزه و زکات و حج و مهربانی را برای ما نسخه نویسی کرده و تجویز کرده. وقتی قرآن ورق میزنیم، به نعمتهای بیشمار و متعدد و متنوع خداوند نگاه میکنیم، همش نهایت لطف و مهربانی و نهایت سلامتی برای بندگانش از جانب خداست. خداوند میخواهد که بندگان خدا سالم باشند، چه از نظر عقلی و فکری، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و روانی، و برای هر کدوم به سلامتی فکرشان علم قرار داده، برای سلامتی جسمشان چیزهای پاک حلال کرده از خوردنی ها و آشامیدنی ها، و چیزهای مضری که به فکرشان و جسمشان ضرر برساند ممنوع و حرام کرده، تا همطور فکر کامل و سالم داشته باشند و جسم سالم داشته باشند و برای سلامتی روح و روانشان نماز و معنویات تجویز کرده. چنین خدایی باید دوست داشتنی باشد، چنین خدایی باید حرمت داشته باشد، چنین ربی باید اطاعت بشود. الله جل جلاله که این همه خوبی در حق ما و شما کرده، بهترین خوبی الله این که برای ما و شما علم و معلم فرستاد، کاملترین علم قرآن و کاملترین و دلسوزترین و خیرخواهترین و ایثارگرترین و فداکارترین معلم. نمیتواند کسی جز رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشد. ما از این علم کامل که هدیه خداوند است چه بهره بردیم، چقدر به این علم پرداختیم، ما از این معلم خیرخواه و کامل و دلسوز چقدر نصیبمون شده، چقدر بهره بردیم، چقدر از فرمایشات این معلم خیرخواه و دلسوز ما و فرزندان و خانواده و پدر و مادر و زن و بچه و دوست و رفیق ما و جامعه اسلامی بهره برده است. معلم درس می‌دهد و دانش آموز باید درس معلم را بشنود و به کار بگیرد. اون معلم ما تلمیزیم، ما شاگردیم. آیا شاگردان خوبی بودیم؟ آیا شاگردان حرفشنو و مؤدبی بودیم؟ اون معلمی که مؤدبترین و مهربانترین معلم روی زمین و برای بشریت بوده، کسی از اون مهربانتر نبوده، کسی از اون دلسوزتر نبوده. اون اشرف رسول هست و خاتم انبیا هست صلی الله علیه و سلم. در هیچ نعمتی از نعمتهای خداوند ضرر وجود ندارد که بندگان خدا متضرر بشوند. خاصیت هر نعمت خدا که حلال نموده،
خاصیتش برکت هست، خاصیتش صفا و صمیمیت هست، خاصیتش اینکه روح افزاست، سلامت آفرینه، سلامتی برای جامعه می آورد. روح افزاست، سلامت آفرینه، سلامتی برای جامعه می آورد. و هر چیزی که خداوند اون را حرام معرفی کرده و گناه معرفی کرده و گفتی این ممنوعه و حرامه، هیچ خیر و برکتی در اون نیست. دور حرام نچرخید، اگر خیری درش بود خدا تجویزش میکرد، پیامبر تأکید بر مباح بودنش میکرد، چون پیامبر خداوند بهش وصفی داده که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. یکی از ویژگی های پیامبر صلی الله علیه و سلم این که چیزهای طیب و پاک و بی ضرر برای امت خودش تجویز می کند، حلال می نماید، و چیزهای خبیث و پلید و نجس و مضر بر اونها ممنوع می کند. چه شده که با این همه نعمت های خوبه که توانمند جامعه را توانمند می کند و توانمندی در جامعه به وجود می آورد، با این همه نعمتهای خوب خدا باز هم بندگان خدا بی آبرو می شوند، باز هم بندگان خدا روسیاه می شوند، باز هم بندگان خدا ذلیل و خار می شوند، باز هم بندگان خدا متضرر می شوند. علت می دونی چیست؟ که ما پشت به نعمتهای خدا کردیم. چیزی که خدا ممنوع کرده کسی دیگه به ما میگه این حلاله، این بخور، این نشاط آوره، این سلامت آفرینه، این تو را نشه میکنه، این تو را عزت میبخشه. حرف خدا را به زمین زدیم، نعمت خدا را کفران کردیم، حرف ضد خدا را درباره نعمت خدا شنیدیم و خدا را یک گوشی منزوی کردیم و دشمن خدا را در خانه خدا آوردیم، در جامعه خدا آوردیم، حرف دشمن خدا را گوش میدیم، اما حرف الله که این همه نعمتهای خوب و ما بکن من نعمت فمن الله و انت عدو نعمت الله لا تحسوها، یک نفر بلند بشه بگه از مواد مخدر چه خیری به جامعه رسیده، یک نفر بلند بشه بگر از شراب خوردن و شراب خوری و تجارت آبجو و شراب چه خیری به جامعه رسیده، یک نفر بلند بشه بگه از سیگار کشیدن و قلیم کشیدن چه خیری به جامعه، چه خیر مادی و معنوی به جامعه اسلامی رسیده. پولی که از راه حرام هم به دست بیاید، باور بکنید جز نابودی اون خانواده و فرزندانش و سرمایه های دنیا و آخرتش چیزی دیگر به همراه ندارد. چون خداوند خاصیت حرام را مضر بودن و نجس بودن و فاسد بودن قرار داده. هر چیزی که خدا گفته حرامه، به گفته علما یکی از این سه علت داره، هر حرامی یا نجسه و از نجاست کسی به طهارت نمی رسد، و هر چیزی که خدا گفته حرام علما میگوین یا ضرر محض و از ضرر و زیان کسی توانمند نمی شود، و چیزی که خدا گفته حرام بزرگان دین میگویند یا فساد و از فساد کسی به صلاح نمی رسد، کسی از کانال شراب به صلاح و تقوا نرسیده است. چون خاصیت شراب فاسد کردن عقل و روح و روان و جسم و جامعه و معنویات است. به حلال خدا رو بیاوریم، در حلال خدا کفایت هست برای من و تو و فرزندان من و تو و جامعه من و تو و دنیا و آخرت من و تو، خیری در حرام نیست. اگر خیری درش بود خداوند اونو تجویز می کرده. این همه روسیایی و رسواهی در جامعه اسلامی داره می بینیم به خاطر این که نعمت حلال خدا را پایمال کردن و نعمت حلال خدا را پشت کردن، کفران کردن، و حرامی که خدا حرام کرده و رسول به حرام جلوه دادن و با حرام تعامل کردن و حرام و رونق بخشیدن، در نتیجه حلال خدا از دستشون رفته. امروز مرغی که حلاله چیزی به اسم آنفلانزای مرغی پیدا شده، میلیون ها مرغ حلال امروز ممنوعه که ما بخوریم، چون کشنده است. وقتی به حلال پشت میکنید، خداوند همون حلالم بر تو حرام میکنه. به ایران خودمونم رسیده، مسک فلج شده،
میلیون ها مرغ حلال در مصر دارن نابود میکنن به خاطر که رعایت شده همین بیماری آنفلانزای مرغی در مزارع پرورش مرغ مشاهده شده. از اون طرف هم قیمت گوشت بالا می رود و ماهی بالا می رود، چون مرغی که همه می تونستن بخورن دیگه آنفلانزای مرغی دارد. وقتی اسراف می کنید، وقتی به حرام احترام قائل می شوید، وقتی حرام خوری می کنه یک مسلمانی که با حیات باید حلال خوری بکنه، وقتی حلال خدا را بی حرمتی می کنه و اعتنایی به حلال نمی کنه، خداوند دیگه همون حرام و حلال رو برای اون مسموم می کنه. حالا چه کار می کنید؟ شراب می خوره، محرمات خدا می خوره، ربا می خوره، طولش زیاد شده، حالا مرغ نمی کنه بخوره، گوشت هم همین خاصیت داره، الان کم کم میگو و ماهی هم داره فاسد میشه. نه تنها میگو و ماهی پرورشی الان خاصیتی نداره، بلکه الان ماهی دریا هم اکثر ماهی ها بوی نفت میده، چون آشغال های اون همه کارخانه هایی که در دنیا هست همه میریزن تو همین دریا، اکثر ماهی ها الان مسمومن. اگر این دنیا مسموم شد چی می شود؟ ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت اید الناس، فساد و قحطی ظاهر و آشکار شد در بر و بحر، در خشکی و آب، به خاطر کسب دست مردم. این نعمت خدا دادی چیزی به اسم جنون گاوی هست. در دنیا ندیدید که جنون گاوی، تب برفی در کشور فرانسه و یا انگلیس یکی دو سال پیش در یک روز بیش از 30,000 گوسفند رو نابود کردن به خاطر همین تب برفکیه، تب برفیه، جنون گاوی. گاو مجنون میشه، دیوانه میشه، دست پاش میلرزه، میفته به زمین. این گوشتی که خدا حلال کرده، اینا میدونه علتش چیه؟ بی‌حرمتی به حلال خداوند هست. مسلمان کم کم خون و پوست و گوشت و استخوان و فکر و روح و روانش کم کم داره با حرام نشأت پیدا میکنه، از حلال خدا فاصله گرفته. شراب آمده تو زندگی مسلمان ها. بعضی مسلمان ها دیگه سر سفره میذارن، بعضی مسلمان ها شراب میخورن، میگوین به سلامتی خدا پیک میزنین، مواد مخدر که از همه طرف بیداد میکنه. چند مدت پیش سفری داشتیم به نخل خلفان، از توابع گاوبندی یک عروسی بود قبل از محرم، درباره سونامی صحبت شد. بعد از اون یکی از دوستان فیلم سونامی به من هدیه داد. سونامی اون زلزله و سیل و طوفانی که در اندونزی و بعضی از کشورها آمد و 400-500,000 نفر رو یک جا بلعید. اون منطقه‌ای که این سونامی آمده بود، شیخ خالد راشد که بعد از 18 روز خودش رفته بود به اونجا و اون چیز رو روایت میکنه تو این فیلم که با دو تا چشمه سرش مشاهده کرده، میگو بعد از 18 روز، روز 19 که ما رفتیم اونجا و 20 روز 700 تا جسد دفن میکردن، حالا خیلی از اون جسد ها که دیگه اصلا چه پیدا نمیشد، اون چیزی که ما اطلاع پیدا کردیم والله ما رأيت إلا أرض قد استوت، رأيت أمواجا سوداء تحمل الغضب، والله ما رأيت فيها إلا غضب الجبار. فلما دخلت المياه في قاع البحر ما الذي حدث؟ اختلطت بالحمم النارية، ارتفعت درجات المياه إلى درجات عالية فأغرقهم وأحرقهم ودمرهم
عن فكرتها. جبار رحيم، لكنهم أغضبوا الجبار، لكنهم أغضبوا الجبار جل جلاله. يا من بحكمته كم حير الأفكار. میگفت اون جزیره‌ای که این سونامی آمد داخلش، اولین جزیره بود در اندونزی که اولین مسلمان ها در صدر اسلام اسلام وارد اون جزیره کردن، و اون جزیره جزیره با تقوا و با خدای بودن. از اون جزیره بهتر در جنوب شرق آسیا و اندونزی نبود. همه مؤمن زن و مرد، تا اینکه فساد اخلاقی، شراب، زنا، فحشا وارد زندگی اونها شد. طرف میدیدید که پدرش تو نماز صبح هست، اما پسرش داره زنا میکنه، دخترش داره زنا میکنه، خیلی رک و بدون پرده شیخ داره صحبت میکنه. میگفت اونقدر فساد و فحشا و بیناموسی و شراب و عیاشی و قمار و مواد مخدر در این جزیره که قدم مبارک صحابه بر اونجا وارد شده بود و اولین جزیره بود در جنوب شرق آسیا که اسلام برش وارد شده بود، بعد از این که پشت به حلال خدا کردن و حرام و چه جلوه دادن، خداوند اونها رو غافلگیر کرد. تو همین فیلم دو تا آیه قرآن رو تفسیر میکنه، اذا البحار فجرت و اذا البحار سجرت. این دو تا آیه شما زیاد شنیدید، من خودم تعجب میکردم هر بار که این جزء عمه را میخواندم و این سوره رو رد میشدم، میگفتم خدایا تفسیر این چیه؟ یکی از نشانه های علامت قیامت و علامت های نزدیک شدن قیامت این که دریا منفجر میشود، این که دریا به جوش میآید، دریا آتش زیرش روشن می شود و افروخته می شود، این آب دریا به جوش می آید، سوزان و گرما می شود و می سوزاند انسان را. سبحان الله، این چه تعبیری دارد؟ این کی می آید؟ تا اینکه همین سونامی که آمد اونجا زیر آب در اعماق اقیانوس زلزله میشه، زمین جا به جا میشه. سبحان الله، آب و میمه که مردم میرن برای تماشای آب که این آب کجا رفت، آب دریا کم شد. یک دفعه با سرعت 700 کیلومتر در ساعت و 30 متر 35 متر ارتفاع آب منفجر میشود داخل هوا، و بعد با سرعت 700 کیلو کم و بیش همون انسانهایی که رفته بودن تماشا بکنن این آب دنبال میکنند. با ماشین خودت 150 تا سرعت میروی، فکر میکنی میخوای پرواز بکنید، قابل کنترل نیست. حساب بکن 700 کیلو در ساعت یا 600 کیلو در ساعت معادل سرعت هواپیما. چقدر میخوای بدوی تو؟ چقدر تو دونده خوبی باشی که بدوی از این نجات پیدا بکنید؟ این آب میامد همجوری دستی از انسانها، حالا 50,000 نفر باشن، هرچی باشن بلند میکرده. تا اینکه رسید به یک صحنه عجیبی تو همون فیلم که یک کشتی 600 تنی آهن را بلند کرده همین آب ظریف دریا، خداوند برده روی یک روستایی به بزرگی گذاشته و قبرشون زیر همون کشتی است. کشتی آهنی 600 تنی خداوند با همین موج دریا بلند میکنه میبره تو خشکی روی یک روستا میگذاره. نه کسی میتونه کشتی رو بلند بکنه که اونها رو در بیاره، همونجا قبرستانشان شده. تا اینکه به یک مرحله رسید که نشون میداد آتش از توی آب روشن میشد، آب سرخ میشد، کوههای آتش فشان زیر زمین همه در نتیجه اون زلزله آتشهاش فعال میشه و میاد میرزه توی آب. کوههای آتش فشان فعال میشه و میان میرسه توی آب، اذا البحار سجرت میشه. و جناب شیخ خالد میگفت در نوار و نشون میداد اکثر جسدهایی که نجات پیدا کرده بودن پوست بدنشون سوخته بود، سبحان الله، سیاه شده بود به خاطر همون آتش فشانهایی که زیر آب بوده فعال شده و این جسدها رو سوزنده. اذا البحار سجرت و اذا البحار فجرت. خداوند دریا رو که چقدر خنکه جوش میکنه تبدیل به آتش میکنه و بعد منفجر میکنه توی هوا. خداوند خیلی قدرت داره. چرا این کار رو بر سر اونها در آورد؟ بگو اونها مسلمان نبودن. خود شیخ سوال میکنه
خدایا تو که عادلی. بعد جواب میده مگر اینها چه کار میکردن که توی جبار اینطوری خشمگین شدی؟ همه سوال میکنه مگر این خلق تو چه کار میکردن ما خبر نداشتیم؟ تو که ارحم الراحمینی، خدایا خلق تو چه کار میکردن که خودت بهتر آگاه بودی؟ تو علیمی، تو خبیری، تو سمیعی، تو بصیری، تو اونها رو میدیدی، ما که نمیدیدیم. برای سروران من باید با خدا کنار بیاییم، همونطوری که شیخ روی منبر صحبت میکرد، بعد از شناختن حلال باید با حلال ارتباط برقرار بکنیم و بعد از شناختن حرام باید از حرام دوری بکنیم. هرچی فاصله تو با حلال کمتر بشود، فاصله دوری تو با خدا کمتر شده، و هرچی فاصله تو با خدا کم بشود، تو عزیز و محبوب الله می شوید. فاصله های دوری که با انجام کارهای حرام دشمنان خدا بین ما و شما، بین ما و شما و ما و شما و الله فاصله انداخته، این فاصله ها را با توبه کم بکنیم، با کارهای حلال کم بکنیم. فاصله خودتان را با خداوند، با ارتباطتون و فاصلتون با حلال اندازه بگیرید. تو چه اندازه حلال خدا را دوست دارید؟ با حلال نزدیک هستید؟ حلال را انجام می دهید؟ همان اندازه فاصله تو و نزدیکی تو و قرب تو و منزلت تو نزد خدا هست. و چقدر از حرام دورید؟ باز هم با همان اندازه به خدا نزدیک هستید. تنها راه نزدیک شدن به خدا، نزدیک شدن به حلال خداست، و تنها راه دور شدن از شیطان و دشمنان خدا، دور شدن از حرام خداست. و راه دوم نزدیک شدن به خدا بعد از نزدیک شدن به حلال خدا، دور شدن از حرام خداست. هرچی از حرام خدا و ممنوعات خدا دورتر بشوید، به الله و بهشت خدا و توفیقات خدا و حمایت خدا و محبت خدا نزدیکتر خواهی شد. خداوند وعده داده و گفته لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات من السماء والارض. اگر اهل قریه، حالا شاید اون قریه روستای کرگان باشد، اسم نبرده که اهل مدینه باشه یا کرگان در اون گوشه میناب باشه، گفته لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل قریه، روستایی، شهری دو تا صفت داشته باشند، به من ایمان بیاورن و تقوای منو پیشه بکنن، من درهای برکتهای آسمان و زمین را برای منو پیشه بکنن، من درهای برکتهای آسمان و زمین را بر اونها باز میکنم، درهای برکتهای زمین و آسمان را بر اونها باز میکنم. مگر این دو شرط ما تحقق ببخشیم، ایمان به خدا و تقوا. تقوا یعنی به حلال نزدیک شدن و از حرام دور شدن. در حرام هیچ خیلی نیست. جوانانتان را دریابید. زنهای خوبی تو روستای کرگون هست که باور بکنید من هر جا رفتم مثال زدم و مثال زدنی هستن. حاضرن که ساعت 11 صبح بیان تا ساعت 5 بعد از ظهر بنشینن سخنرانی دینی را گوش بدن. چند بار که من آمدم، خواهرم آمده در غیاب من اینجا، میگو شیخ چیز حدود 800 تا خواهر در کرگان و روستاهای اطراف کرگان جمع شدن، از صبح آمدن تا ساعت 2 بعد از ظهر، که اون روزی که اونجا برنامه بود در هیچ خانه از روستاهای کرگان غذا درست نشده، مردانشون برگشتن به خانه از نماز جمعه غذا درست نشده، زنهاشون کجان؟ زنهاشون از صبح آمدن انتظار کشیدن برای سخنرانی دینی، تو گرمانش هستن تو اون مدرسه دینی که خودشان درست کردن. زنهای کرگون اون مدرسه دینی رو درست کردن. باور بکنید من در جریانشم که بیشترین کمک ها رو خودشان کردن. چنین زنهای خوبی دارید با حجاب، مطیع، مردانشون هم خوبن که به اونها خورده نمیگیرن. غذا درست نکردی رفتی تو سخنرانی دینی گوش بدید، اگه کسی دیگه بود طلاقش رو صادر میکرد. مرد و زن همه با هم هم فکرن. حسن مسئله جامعه شما و مساجد شما که نماز صبحش جمعیت قابل چشمگیری دارد. من نمیدونم چند صفه، ولی میدونم که کمتر از 4-5 صف نماز صبح اینجا نیستن، هستن، به خاطر که
همینجا جماعت فعال هست، واقعا یک برکتی هست که جماعت تبلیغ در شهر شما باشن، از خود شما باشن، از جوانای شما باشن و پایگاه های تبلیغ دین در مساجد شما باشه. این مدرسه دینی با برکت برای زنها و دخترها و همسرها و مادرای شما باشد که هم مادر هم همسر هم دختر هم زن هم خواهر همه با سواد بشن، با خدا بشن، با تقوا بشن، تا در تربیت فرزندانتان مشکل نداشته باشید. اگر شما بزرگان حمایت بکنید، اگر شما بزرگان دست به دست هم بدهید، علما و تجار و بزرگان و رشتفیدان و پدران و مادران، دنیا آباد می شود. دنیا فقط با عبادت خدا، با بندگی خدا، با اجرای فرامین خدا، با تقوا و اخلاق خوب، با اتحاد و انسجام و یک پارچگی، نه با اختلاف و معصیت و ظلم و فساد، دنیا با اون چیزها آباد نمی شود. اینما یعمر مساجد الله من آمن بالله. مسجد جامعه شما همینطوری که خودتون مشاهده می کنید بسیار دیگه تنگ شده و گنجایش این همه جماعت نمازخوان را ندارد. جمعیت روستای شما بالای 5000 نفره، نزدیک 6000 نفر جمعیت دارید، در نماز جمعه نزدیک 1000 خورده ای شاید 2000 نفر نمازخوان دارید که جاشون نمیشه، تا انتهای صحن مسجد تو آفتاب تا کنار اون وضوخانه شاید تو کوچه هم نماز بخوانن، نماز عید که حتما باید بره بیرون. همت بکنید، به خاطر که جوانای شما پراکنده نشن، به خاطر که مسجد شما دوتا نشه، به خاطر که هر خطیبی یه چیزی برای خودش نگه، به خاطر که این انسجام در کنار هم بودن، همت بکنید. من آمار لنجهای تجارتی و سفاری کرگان را گرفتم، چرا منتظر غریب باشیم، منتظر کسی دیگه باشیم که بیاد برای ما؟ الان 2-3 ساله، من سال گذشته آمدم همین پیشنهاد دادم، خبری نشد. مسئول جامعه خوب که مبلغش بالا باشه، حتی خیرین هم زیر بار نمیرن، ولی نباید به انتظار خیر بنشینیم. شما نصف مسئول رو بیاری تا زیر سقف، بعد که کم آوردی حالا به خیری بگی، به دو تا خیر بگی، ما تا اینجا رسوندیم، این بضاعت ما بود، هر چی داشتیم، هر خانه ای تو کرگون میبینید، زن و مرد و بزرگ و کوچکش همه شریکن تو این مسجد، ولی دیگه بیشتر از این توان ما نبود. شما بیاید سقف این مسجد رو بگیرید، شما بیاید این مسجدی که ما تا سقف رسوندیم برای ما کامل بکنید. من آمار گرفتم نزدیک 70 تا لنج تجارتی اینجا هست، هر لنجی 5 میلیون تومان بده میشه 350 میلیون تومان، اصلا پول سود یک سرویست هر چی شد. با جاشوهات هم به توافق برسید، بگی این سرویس هر چی شد مال مسجد جامعه است. مسجدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مدینه شد، قبل از اینکه استراحت بکنه، قبل از اینکه آرام بگیره در مدینه، آرام نگرفت تا اینکه کلنگ دومین مسجد در اسلام زد و همه بسیج شدن، خودش هم خش رو کولش بود، خش میکشید رسول خدا برای اینکه مسجد کامل بشه. همین مسجدی که ما امروز میریم در مدینه، چشم و دل و دیده ما و روح و روان فکر ما رو شاد میکنه و آرزوی نماز خوندن در اون مسجد داریم. همین مسجد خش روی کوله رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، در حالی که می آورد به طرف مسجد، حضرت حمزه بالا بود، خشت ها را می چید، دید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم خشت رو کولشه، حمزه پایین آمد که خشت رو از رسول الله بگیره، گفت من بده، تو داری خشت می کشید. به رسول الله جوابش داد، این خانه خداست، منم بنده خدا هستم، منم می خوام در همین خانه خدا سجده بکنم، منم یکی از شما هستم، شما کار می کنیم، منم کار می کنم، مسجد خانه خداست، منم بنده خدا، منم نیاز به رحم خدا و عبادت خدا دارم. بعد دیگه حمزه تسلیم شد، دید که با این منطق نمیشه صحبت کرد، تنها کافی نیست که تاجر پول اضافی داره، تو گاف صندوق داره، بهش میگن کمک به مسجد کرگان بکن، پولش در بیار، بگه این 50 میلیون تومان، نه، اگه 50 میلیون تومان دادی نیا در مسجد دست به کنه، دست به کمر بزن، من که 50 میلیون تومان پول دادم، تو از رسول خدا بالاتر نیستی، تو از حمزه سید الشهدا بالاتر نیستی، تو از ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر بالاتر نیستی، تو از بلال بالاتر نیستی. اینا همه بزرگان دین بودن رضی الله عنهم اجمعین، همه شاگردانی بودن که استادشون هم مثل شاگردشون بود. چقدر ارزش دارید اگه 50 میلیون تومان پول نقد کمک بکنید، بیاید کار مسجد انجام بدید، بیاید
خشتم به دوش بکشید، بیایید داخل مسجد گرد و خاک مسجد هم بکشید به مشامت برسه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده گرد و آتشم با گرد و غبار راه خدا با هم دیگه در آخرت جمع نمی شون. اگر خانه خدا گرد و غبار خانه خدا راه خدا نباشد، پس کجا راه خداست؟ و این شعر رو میخون رسول الله صلی الله علیه و سلم وسطشون بود به خاطر تشویقشون، این شعر رو میخون که اونها هم تکرار بکنن. نمیدونم خاطرتون هست زمان قدیم داورشامی بود، داورشامی لنج و بالا می آوردن، سوراخ داشت، یک آهن مدوری بود، چوهایی میزدن تو اون، تناب میبستن یا سیم بوکسر به لنج، شاید یک ماه دو ماه طول میکشید تا این لنج می آوردن بالا. ولی چی میگفتن وقتی این داور شامی رو میچرخوندن؟ از صبح در خانه ما تو سروچه این داور شامی نصب بود، من بچه بودم، چون پدرم لنگ داشت، بعضی ما که دو ماه طول میکشید، نزدیک 50-100 نفر آدم فقط چه، ولی برای که قوت بگیرن، هی الله داور شامی، هی الله. قدیما وقتی میرفتن سفرهای هند، زمانی که لنجهای بادبانی بود 6 ماه طول میکشید، دوباره به همین هی الله، یعنی هی الله قدرت میگرفتن، هی الله داور شامی، 1 سان 2 سان 10 سان لنج میامد بالا، دوباره هی الله هی الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مسجد درست میکرد به خاطر که تشویق بکنه و نشاط آفرین باشه و اونها رو ترغیب بکنه و خستگی رو دور بکنه و شیطان رو دور بکنه و ناامیدی، این رجز را میخواندن و همه پشت سر جواب میدادن و با نشاط کار میکردن. یک صلوات محمدی خواهد بفرمایید. اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. اینو تکرار میکرد، پروردگارا بارالها هیچ زندگی نیست مگر زندگی آخرت، پس بیامرز و مغفرت کن انصار و مهاجرت، انصار اهل مدینه و مهاجری که از بیرون آمدن، همه دست به دست هم دیگه مسجد و کار میکردن، رسول الله هم خشم و کولش بود صلی الله علیه وسلم، و همجور که خشم و کولش بود این شعر رو میخون، اللهم دعا بود، مناجات بود، پروردگارا هیچ زندگی نیست مگر زندگی آخرت، پس بیامرز انصار و مهاجرت، اینهایی که بسیج شدن که خانه عبادت را و خانه هدایت را و خانه تقوا را و بیت از بیوت تو را در روی زمین برای بندگان تو درست کنن، و همون مسجد شده مرکز اسلام. اینجا هم میشه مرکز اسلام و دین و تبلیغ دین. مساجدتون رو آباد بکنی با حضور علما، با کلاس‌های مفید، با حضور خواهرها. هست حتی شیخ گفت که خواهرها چه گناهی کردن که زن شدن، اونها هم یه نیم طبقه میخوان که بیان در مسجد حضور داشته باشن، از پند و موعظه بشنوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، مانع این کنیزای خدا نشید، مانع این بندگان خدا، اماء خدا نشید، که اگر خواستن به نماز بیان در مسجد موعظه بشنوند، خطبه خطیب نشید، که اگر خواستن به نماز بیان در مسجد موعظه بشنوند، خطبه خطیب بشنوند، درباره اخلاق و تقوا و دین بشنوند، مانعشون نشید، تشویقشون بکنید، کار تو خانه به هم نخوره، کار تو خانه انجام بده، مسجدم بیاد در غیر وقت کار خانه، تا اینکه دین و ایمان و اخلاق و عقیده و توحیدش بالا برود، دست به دست هم انشاءالله. این مسئله شما اگر همت بکنید، این 70 تا لنج من الان اعلام میکنم، کسانی که دارن 50 میلیون بدن، 50 میلیون بدن، چه اشکالی داره؟ یعنی توی اینجا هم یک نفر نیست که 50 میلیون تومن بده؟ هست. کسانی که کمتر دارن 30 میلیون تومن بدن، کسانی که کمتر بدن 20 میلیون تومن بدن، کسانی که کمتر 15 میلیون بدن، بده تا 10 میلیون تومن، بیا پایین تر تا 5 میلیون تومن، بیا پایین تر 1 میلیون تومن، 500 هزار تومن. اون 1000 تا خواهری که میان تو مسجد، تو مدرسه جمع میشن، باور بکنید اگر طلاهاشون رو بدن همین مسجد درست میشه، 50-60 میلیون پول همین طلاها جمع میشه. حالا میگه چی میشه شوهرش 1 سال زنشو بدون طلا ببینه؟ چه اشکالی داره؟ دوباره طلا میاد. خدا سلامتی و ایمان بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت ما را در دین ما قرار مده. زلزله قشم خبرتون شد؟
کمتر از یک دقیقه، همش 20 ثانیه شاید. زلزله 4000 و نزدیک شاید 500 خانه خراب شد، همه تو خیمه نشستن. همون کسی که تا قبل از زلزله قشم خیر میداد، زکات میداد، با اون کسی که زکات و خیر میگرفت، هر دوتا مساوی شدن، رفتن توی خیمه. که روز دوم و سوم و اول زلزله وقتی تون ماهی و دلمه و نون و آب میبرن از مناطق برای کمکشون، اول همون تاجری که تا دیروز زکات هم میداد، اونم دستش دراز بود. اگر همینم نرفت، همونم میمرد مثل همون فقیر. ولی خداوند 4000 خانه تو زلزله خراب کرد، فقط 8 نفر مردن. نمیخواست جانشون بگیره. اگر خدا میخواست جان این 4000 خانه را بگیره، باور بکنید باید 10000 نفر میمرد. به گفته یکی از خود اهل جزیره که تو همین زلزله بوده، میگفت خدا به ما خیلی تخفیف داد. خوب گوش بدید. میگفت الله تو زلزله قشم به ما خیلی تخفیف داد. گفتم چطوری تخفیف داد؟ گفت تو وقتش، تو سرما و گرماش، تو شب و روزش. یک ساعتی بود که اگر غیر از اون ساعت بود، یک فصلی بود که اگر غیر از اون فصل بود، شاید 3-4000 نفر کشته میشد. یک اتوبوس در مسیر بندر شیراز یا سیرجان تصادف میکنه، 50 نفر میمیره یک اتوبوس. یک زلزله آمده، 4000 خورده خانه خراب شده، 8 نفر مرده. خدا میخواست جانشان بگیرد؟ خدا میخواست اونها را بیدار کند. تاجر و فقیر همه تو خیمه نشستن، 10 نفر عائله تو یک خیمه کوچک نشستن. دیوار حیاتش خدا میدونه 1 هکتار بوده، آورده است تو یک خیمه جمعش کرده. برای کی گذاشتید؟ اونم جزیره که چقدر زنهاشون شرم و حیا دارن. زن جزیرتی که اگر مردی رد میشد تو کوچه پشت میکرد، رو میکرد به دیوار، فرار میکرد تا اون مرد رد بشه، صداش نشنوه. الان مجبور شده که بیاد تو خیمه، معذرت میخوام، لباسش میشوره، جلو خیمه آویزون بکنه. چطوری میخواد دستشویی بره؟ چطوری میخواد استحمام بکنه؟ چطوری میخواد بیرون بیاد؟ خیلی سخته. ولی خداوند قصد داشت که اونها را بیدار بکنه. ولی الحمدلله تو این همه مردمی که تو جزیره زلزله زده شدن، نه یک فقیر، نه یک تاجر، نه یک جوان، نه یک بیسواد، حالا عالمش بماند، کسی ناشکری نمی کرد. همین گفت کار خدا، شکر خدا، الحمدلله، حتما یه خیریتی داخلش بودی. این برگ برنده هست که خداوند آزمایشت بکنه. این کار خدا، شکر خدا، انا لله و انا الیه راجعون، حتما یه خیریتی داخلش بودی که خداوند خواستی ما را متوجه بکند. این صحبت پیر و جوانشان بود. حتی تو روستای کورزین ما روز عید رفتیم، یکی از مردان روستای کورزین میگفت که شیخ این زلزله خیر و برکت بود. گفت چطوری؟ گفتم چطوری؟ گفت ما در طول عمرمون که الان 50-60 سال عمر داریم، هیچ موقع این همه عالم، 20-30 تا عالم بزرگ منطقه با هم نیامدن تو روستای ما. از برکت همین زلزله علمای ما نهوندن تو روستای ما. 30 تا عالم همراه هم هوندن به ما سر بکشن. هر روز هر نماز عالمی نهوندن برای ما صحبت نکردن. درسی بود برای علما، درسی بود برای تجار، درسی بود برای خودشون. الحمدلله دست به دست هم بدیم انشاءالله. دیگه امروز فردا نکنید، کارو شروع بکنیم تا کارو به یک جایی برسونیم انشاءالله. بعد که کار به یک سقفی، به نصف کار رفت، اون موقع خیرین میان انشاءالله. از شما خواهش میکنیم نمایندگانشون بفرستن. مردم تا اینجا کار کردن، شما همت بکنید کامل بکنید. همه قول میدن انشاءالله؟ قولا، نه حرف درست. نماز جمعه است، تا الان هم طاقت کردید. زناتون هم اونجا منتظرن. همه قول میدن که انشاءالله کار شروع بکنیم انشاءالله؟ خیلی ضعیفه. من به دل من نمیچسب، نمیدونم. ستنام؟ نه، یک بار دیگه تا وتر بشه دیگه، سوم انشاءالله. همه قول میدن انشاءالله. این لنج ها، اول لنج ها، بعد جوان ها، بعد بازاری ها، همه دست به دست هم انشاءالله. منم به سهم خودم هستم. اگه شما شروع کردی، من پشت شما رو خالی نمی کنم. ولی من بیام صحبت بکنم و بعد بگی شیخ برو خیر پیدا بکن، من این کار نمی کنم.
اول شما شروع بکنیم انشاءالله با کمک هم دیگه، مجوز هم که گرفتید با کمک هم دیگه انشاءالله شروع میکنیم، تا جایی که رسید که کم آوردیم حالا میریم چه دیگه آقایش جناب شیخ سلطان علما، جناب مولانا، تو که خیرت به همه جا رسیده، تو که کتابات به همه جا رسیده، تو که تلاشت و همتت زبان زد بوده، تو که همه مردم دعای خیرت میکنن، حالا جناب شیخ شما بیا زحمات این برادران و خواهران مسلمان تو کامل بکن و عرض میره انشاءالله این مسئله که به زیر سقف رسوندن تو کاملش بکن. و من قطعا میدونم که جناب شیخ هم چه این کار ازش برمیاد، ولی اونم منتظر همت شما هست، میگه شما شروع بکنید من کاملش میکنم. پس همه قول میدن انشاءالله چه که این کارو شروع بکنیم دیگران بیان کامل بکنن. حالا بله شیخ لیست میگیرید انشاءالله بعد به من اطلاع میدید، من انشاءالله دنبال میکنم. پس از 50 میلیون بازه تو خود کرگانا تا 50,000 تومان، تا 5,000 تومان، حتی اگه یک مادر پیری 5,000 تومان پول زکات کسی بهش داده، پول دو پاک سیمان میشه، همون ازش تحویل بگیری، بذار پول دو تا پاک سیمانش تو هم ستون باشه. همه بسیج انشاءالله چه تا این مسجد شروع بکنیم و تمامش بکنیم. از حوصله شما تشکر میکنم، از جناب شیخ هم تشکر میکنم. همونطور که جناب شیخ حادثه اسفناک و دردبار برادر و خواهر مسلمانمون در عراق، اون بی احترامی هایی که به مرقد امام هادی و دیگر بزرگان و ائمه و مساجد مسلمان ها در عراق شده، محکوم کرد همه مسلمان ها شیعه و سنی و حتی کفاری که بالاخره محترمن، مسلمان نیستن ولی محترمن و اماکن مقدسه از جان مختلف و ارج می نهند، ما هم محکوم می کنیم و جز نیرنگ و توطئه و ایجاد فتنه و فتنه خابیده را بیدار کردن بین مسلمان ها که حرکت مسلمان کشی رو را بندازن تا خودشون راحت بخوابن و اون قاعده و سیاست تفرقه بنداز حکومت بکن، این سیاست استثماری است، تفرقه بنداز حکومت بکن، وقتی مسلمان ها رو به جان هم انداختن و فتنه رو بیدار کردن و آتش خاموشش فتنه رو شعله ور ساختند، دیگه خودشون نفس راحت میکشن. اونم زمانی که در جریان اون رسوم کاریکاتوری که اهانت به ساعت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام شده بود، چطوری عالم اسلامی تا امروز منسجم و متحد شده بودن که خواب از اون کفار گرفته بودن که وزرای بزرگشون مجبور می شدن که معذرت خواهی بکنن ولی مسلمان ها تسلیم نمی شدند، همه اون مسائل سبب شد که فکرهایی بکنن اگر این مسلمان ها با هم اینطور در دنیا مرتبط و متحد و منسجم بشوند، دیگه خواب و آرامش و آسایش از اونها گرفته شده و همه مسائلشون به خطر می افته، آمدن این حرکت شوم و پلید و جوان را انجام دادن و به اماکن مقدسه توهین کردن به خاطر اینکه خدا اینا کرده سوء تفاهمی ایجاد بکنن و مسلمان ها را در فتنه بندازن. اما علما و بزرگان دین در تمامی دنیا باید هوشیار و بیدار باشن و عموم مردم را به حفظ آرامش، به تعقل دعوت بکنند و حرام بدانند حرکت‌های انتقام جویانه یا غیر خردمندانه و غیر مؤمنانه و همینطور هم هست. و امیدواریم که خداوند همه ما و شما و برادر و خواهر مسلمان را در همه امور خاتمه به خیر بگرداند. از اینکه اطاله کلام کردم معذرت میخوام، از همه شما پوزش میطلبم، از همه شما هم تشکر میکنم که بالاخره حوصله کردید و با وجود که گرسنه هم بودید نشستید و حرفای شکسته ما را بالاخره گوش دادید. از همه شما التماس دعای خیر دارم برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و فرزندانتون. همه با هم اجماعا یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید. Ha. 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 Ha.
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.